نظر داده بودن. آقای خداوند لو، با شما هستیم، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید هر وقت گفتید من اون نوشته آرزا یا خودتون اگه دارید بخونید و در موردش صحبت کنید. ضمناً دوستان میتونن در فیسبوک خود آقای خداوند لو، من در حین برنامه هم ایمیل و شماره تلفن ایشون رو نشون میدم، ولی ایشون بارها گفتن که روی فیسبوک سریعتر پاسخ میدن و این هم به نظر من بهتره، چون فیسبوک واقعا دیگه جای ایمیل و اینها رو هم داره میگیره. بفرمایید آقای خداوند. درود بر شما آقای سوربی، شرمندگان و بینندگان شما. ممنونم از شما. ابتدا قبل از اینه که به مسائل آسیب شناسی فرهنگی بپردازیم، من میخواستم یه چند دقیقه درباره آقای رضا آزاد صحبت بکنم که انتقاداتی از من کرده بودند. آقای سوربی، من هنگامی که میخواهم جواب کسی را بدهم، البته اگر ارزش جواب دادن داشته باشد، به حکم ضرورت ابتدا به صفحه ایشان مراجعه میکنم تا ببینم او چگونه شخصیتی است، چند سال دارد و با خواندن مطالب، نحوه گفتگوهای او با دوستان، نطق و بیانش، شیوه استدلال و استنتاجش و تصاویری که به اشتراک گذارده، به میزان فهم و درک ایشان پی میبرم و در مورد آقای رضا آزاد هم چنین کردم و متوجه شدم که او مکلایی است تمام قد مذهبی، زوب در لقاح الله، که تنها یک عبا و عمامه کم دارد و لازم می دانم برای بینندگان شما ابتدا ملا و مکلا را تعریف کنم. من همین رو می خواستم بپرسم، اون وقتا مکلا به اونایی می گفتن که کلاه سرشون بود، درسته؟ درسته، من در اینجا بهش اشاره می کنم. بفهم. اگر ممکنه اون تصویر آقای سروش و کتیبر رو نشان بدهید. اجازه بدید تا من این عکس ها رو هم اینجا باز کنم. آقای سروش و آقای کدیور. آهان، این دوتا نشستن. بله. چرا من این دو نفر رو انتخاب کردم؟ بله، به خاطر اینکه این دو نفر نمایندگان کلاسیک ملا و مکلا هستند. آهان، تفاوت اقلیت ملا با اکثریت مکلا. چرا میگم اقلیت ملا؟ خاطر اینکه ما در ایران مثل اینکه تخمین میزنن، میگن ما یه 400 هزار ملا در اختیار داریم. آمارش رو نمیدونم متاسفانه. دقیقا من نمیدونم، ولی میگن در این حدود هست. اما مکلایان ما در ابعاد میلیونی هست. یه تعداد خودشون میدونن که مکلا هستن، یه تعدادی هم نمیدونن مکلا. تعریف ملا. ملا ماموری است که اصول و فروع دین را به مؤمنان آموزش و دیکته می کند. محل کار او فیضیه، مسجد و نمازهای جماعت. ابزار کارش قرآن، کتب حدیث و تسبیح. پوشش رسمی او عبا، عمامه و نعلینگ. و مسئولیت ایشان فعال نگاه داشتن خرافات مسموم به وساطت شریعت اسلامی در روان افراد، و در کنار آن اگر ضرورت ایجاب کند و بیزه اسلام در خطر افتد و دکان مفخوری به زندگی انگلی رو به تعطیل رود، حکم قتل دیگر نشان را هم صادر می کند. شما نمونه های بسیار زیادی از این نمونه ها رو می شناسید. یکیش همین آقای خمینی که فتوای قتل میداد، بکشید اینها رو، بکشید اونها رو. در بین این جماعت، یعنی ملاها، در بین این جماعت از نظر نظام فکری افرادی یافت شده و میشود که خود به آنچه میگوید باور ندارند، تنها به حکم وظیفه آن را انجام میدهند. به همین خاطر هنگامی که بر اریچه قدرت نیستند، رفتارشان در تعامل با مردم نرم خو و انعطاف پذیر است، اما هنگامی که تکیه بر قدرت می‌زنند، روان استبدادی و خوی ددبنشی آنها
که منشأ قرآنی و الهی دارد سر به فرج می‌کشد. ایشان دروغگویی است که گوید و نکند و متظاهری که دوستی را راست نباشد بلکه نصیحت آشکار کند و حقیقت را پنهان دارد. تعریف مکلا. مکلا برگرفته از واژه پارسی کلاه به معنی کسی که کلاه نمدی بر سر می‌گذارد و در حوزه معرفت ایشان در حوزه معرفت ایشان کلاه فقه بر مغز نهاده و از رهگذر شریعت زوب در لقاه الله شده و مهملات دینی و شبه علمی در چیدمانی نامتقارن با ساروج تناقض در نهانخانه اش چنان سخت موزاییک بندی شده که همواره مانند ماری سمی در شیار صراط المستقیم در میدان گرانش توحید با عصبیتی کور، رادیکالیسمی تندخو و زبانی پرخاشگر بر گرد محور دین میچرخد که شتابش هزار بار مخربتر از کوراندیشی ملایان و گفتارش به گفته عبدالکریم سروش یکی از کلاهبرداران حرفه‌ای، یعنی از این مکلاها، ما همه جا با معرفت دینی سر و کار داریم که ناظر به دین و درباره آن است اما خود آن نیست، که مغلطه ایست متضاد با خوی سالوسمنش و سلوک مکلایان. و در بین این جماعت زوب شده در عفونت ابلیس اهریمنان یافت می شود که در راستای باور و اعتقاد به رب الله در کردار و گفتار از هیچ جنایتی علیه دیگراندیشان و ترقی خواهان پرهیز نمی کند و دین به قول آرامش دوستدار در کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی، توجه بکنید این کتاب رو میبینید؟ بله بله. امتناع تفکر در فرهنگ دینی. یعنی در این کتاب توضیح میده که انسان دینی، یعنی در جهان بینی دینی، تفکر امکان پذیر نیست. به قول آرامش دوستدار در کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی، در کشورهای اسلامی که قدرت مطلق و در جوامع مسیحی از قدرت نسبی برخوردار است، یعنی دین نیروی درونگیر دارد، یعنی افراد جامعه را درون تسخیر میکنند و در چنگ و اقتدار خود نگاه میدارند. اما مذهب در اروپای مسیحی در نتیجه چهار قرن مقابله روشنگران با آن اقتدار اهریمنی را عملاً در سطح جامعه از دست داده و خوشخیالی است که ما دست روی دست گذارده تا دین به شخص اختیاراتش را محدود و نسبی کند یا حقوق را که عامل تسخیر جامعه هستند از خود سلب نماید. هیچ جای دنیا تا کنون پیش نیامده که دستگاهی در سطوح گوناگون از حقوقی که عامل بقایش هستند چشم بپوشد. اگر جایی حدود اختیار یک دستگاه محدود شده، در عمل این گونه بوده که این محدودیت را فرهنگ غیر دینی با زایش و پرورشش تحمیل کرده است. گواه آن را در همه جا در سراسر تاریخ می توانید. از این رو دگرگون ساختن فرهنگ دینی، مجهز ساختن خود برای در افتادن با دین مربوط و در افتادن با کسانی است که به وسیله های متفاوت تا آنجا که توانستند بقای دین و جامعه را تضمین کردند. این عوامل و اشخاص دو دستند. یک دسته مستقیما عمله دین هستند و نامشان روحانیون است و دسته دیگر مکلایان یا عاملان غیر مستقیم با ظاهری غیر دینی. اینان بنیانگذاران فرهنگ و این آقای رضا یکی از این مکلایان است. خب سوالی دارید شما؟ اگه اجازه بدیم من اینو برای مردم بخونم، چون اون روز نخوندم، گفتم در برنامه آقای خدابندلو بهش پاسخ میدیم و میخونیم. یعنی انتقاد ایشان رو؟ بله. بفرمایید، خیلی کار خوبی میکنید. بله دوستان توجه کنید، من این رو بیارم روی صفحه اصلی. آقای رضا آزاد نوشتن که جناب سربی سپاس از زحمات شما، خدا بندلو
خداوند لو، من با نقد ادیان مشکل ندارم. نقادی میتواند دینی را مورد ارزیابی قرار دهد که به دانش هرمونوتیک یعنی چی اشراف داشته باشد. هرمونوتیک من توضیح به شما بدم، یعنی بعدا من در انتقادی که اینو رو جز به جز شکافتم توضیح دادم که این هرمونوتیک یعنی چی. علم تعویل و تحویل. بعد نهله ها یا تهله ها و ادیان را به خوبی بشناسد، به زیر و بم فلسفه آگاه باشد، توی پرانتز نقد اسلام، تسلط کامل به زبان عربی را می طلبد. کسانی که این ویژگی را داشته هیچگاه از واژگان آزاردهنده همچون مزخرف استفاده نمی کنند. خداوند لو، شما به جای نقد اسلام مسلمان را هدف قرار داده اید. هر جامعه برای خود هنجارهایی دارند. جوامع مسلمان هم هنجارشان حفظ کرامت انسانی و پایبندی به حفظ حریم خانواده می باشد. سکس خارج از ازدواج را هم نمی پسندند. برای آنان که شرایط ازدواج دائم را ندارند، ازدواج موقت را تجویز کرده است تا از فحشا جلوگیری شود. نه من و نه هیچ کس دیگر این ادعا را ندارد که در ایران فحشا وجود ندارد، اما اگر همین اندک جلوگیری از بی‌بندوباری هم نباشد، اکثر خانواده ها از هم می پاشند. توصیه من به شما این است که اگر توانمندی نقد اسلام را دارید، با الفاظ نیکو به مصاف مسلمانان بروید که در غیر آن شما مشهورتر و حاضر از فرود فولادوند و شایان کاویانی نیستید. توجه داشته باشید در افتادن با دینی همچون اسلام که ریشه گسترده و محکم در میان پیروان عظیم خود در جهان دارد، سرنوشتتان با سرنوشت فولادوند گره نخورد. خب این به نظر من یه نوع تهدیده که حتی شما میتونید این رو گزارش بدید، چون ایشون میگه شما هم سرنوشتی مثل اون پیدا خواهید کرد و چون روی فیسبوک نوشتن و موجوده، به نظر من یه تهدیده. بله. چرا؟ برای اینکه اون انتها داره میاد میگه که شما سرنوشتتون رو با آقای فرود فولادوند گره نزنید، یعنی تهدید من غیر مستقیمه. اینو در حوزه حقوق بخوای بررسی بکنی، کاملا میتونن این رو به عنوان یک تهدید جدی در نظر بگیرن. حال میپردازیم به انتقادهای ایشان. آقای سوربی، وقتی که من این مطلبش رو خوندم، بی اختیار متوجه شدم که از شما بپرسم اون ضرب المثل کافر همه را به کیش خود پندارد رو میتونید معنی کنید یعنی چی؟ نه نمیدونم، یا ریشش از کجاست نمیدونم حقیقت. البته من ریشش رو نمیدونم، ولی کافر به همه را به کیش خود پندارد معنیش این استش که چون خودش نگاه میکنیم ببینیم سوادی نداره یا مثلا مؤمنه، دیگران رو هم با همون متر و مقیاس ها، یعنی با همون عینک میبینه و در اینجا میاد میگه که من حال میپردازم به انتقادهایشان. یک، خطاب به من میگوید خداوند لو، من با نقد ادیان مشکلی ندارم. برای چی این حرف رو میزنه؟ میخواد بگه که من آدم متعصبی نیستم. جواب، البته که شما نباید با دین مشکلی داشته باشید و نیازی نیست اعتراف کنید متعصب نیستید و بدونید که خود بدانید فردی مذهبی هستید، اما بعید میدانم که از نقد کمترین اطلاعی داشته باشید. خب حالا درباره این نقد شما در نظر بگیرید، میخواییم درباره نقد مثلا قرآن بکنیم. خب قرآن هم مجموعه ای هستش که اونطوری که گفتن بیش از 500 تا از داستانهای بزرگ و کوتاهی هستش که از تورات و انجیل و اینها اخذ کرده، یه قسمت هم از دیانت زرتشتی. شما وقتی که بخواید دست به نقد بزنید، این کتاب رو ببینید، شیوه های نقد ادبی دیده میشه. یکم ببینیش بالاتر. بله. خب شیوه های نقد ادبی، خب طبیعتا قرآن هم یک وچش مثلا ادبیات دیگه، جزء ادبیات عربه دیگه. خب
باید این شیوه های نقد ادبی رو خونده باشید. یا اینی که مثلا ببینی بخوایم گسترده تر پیش بریم، رمان به روایت رمان نویسان، میریام آلوت اینو نوشته، دیده میشه؟ بله بله، رمان به روایت رمان نویسان میریام آلوت. شما میتونید مثلا میبینی قرآن رو به عنوان حکایت و داستان و رمان در نظر بگیرید، بعد در اینجا توضیح میده که چگونه هسته که میکنه. بعد این کتاب رو در نظر بگیرید، ادبیات داستانی، قصه، داستان کوتاه، رمان، حکایت و غیره، میبینید اینو؟ یکم برنش پایین تر اینو یکم بگه. بله، ادبیات داستانی، قصه، داستان کوتاه، رمان. بله بله، ایشون داره منو متهم میکنه که انسان باید به نقد اشراف داشته باشه. میگه اینجا دو، ایشان میفرماید نقادی میتواند دینی را مورد ارزیابی قرار دهد که به دانش هرمنوتیک اشراف داشته باشد. حالا اگر از خود ایشان ما بپرسیم که آقا این هرمنوتیک یعنی چی، باور کنید در گل تعریف آن گیر میکنه. توجه میکنید اینجا ساختار و تعویل متن میبینید؟ بله بله، مال آقای بابک زهرایی است، شالوده شکنی و هرمنوتیک، دو جلده، میبینید؟ دو جلده فقط درباره هرمنوتیک صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی علم، اینجا نوشته علم تعویل و تفسیر. خب من این کتاب ها رو که نشون دارم میدم، نه به خاطر اینکه بگم من آدم کتابخونی هستم، من کتاب به اندازه کافی خوندم، از 12 سالگی تا الان مثل موتور و سیستماتیک کتاب دارم میخونم. وقتی که ایشون داره از هرمنوتیک حرف میزنه، خودش باور کنید ابدا اطلاعاتی درباره هرمنوتیک نداره. خب کتاب دیگه هست، از نشانه های تصویری تا متن، اینم چی هستش؟ درباره به سوی نشانه شناسی ارتباط دیداری. ببینید اینو، دیده میشه؟ اجازه بدین، از نشانه های تصویری. بله، بابک احمدی. بله، شما در نظر بگیرید تمام اینها درباره هرمنوتیک صحبت میکنه و یکی از پدرجدان هرمنوتیک، یه شخصی هستش اینجا به نام هانس گئورگ گاداما، یعنی پدرجد هرمنوتیک های قرن 20 این آقاست، آموزه قرن. بله بله، انبوهی کتاب داره و به تعداد زیادی از مقالاتشون رو از آلمانی من به فارسی ترجمه کردم. این یعنی اینی که من آدمی نیستم که از هرمنوتیک و نمیدونم علم تعویل و تفسیر بیگانه باشم، اینطور مسائل رو میفهمم. بعد اینجا میاد میگه، ایشان میفرماید نقادی میتواند دینی را مورد ارزیابی قرار دهد که به دانش هرمنوتیک اشراف داشته باشد، نهله ها و ادیان را به خوبی بشناسد. من فکر میکنم که زیر بم فلسفه آشنا باشد. آقای سربین، ما حداقل تو این 4-5 جلسه فقط درباره ادیان داریم صحبت میکنیم. تو اون اسلام شناسی سنتی در مقابل دین شناسی مدرن، من ریشه ها رو داشتم میگاویدم، اونجا داشتم نشون میدادم که حتی این دیانت اسلامی از کجاها متاثره. وقتی که اونجا به مانی من اشاره میکنم و میگم که این مانی یک مقداری از دیانت زرتشتی و دیانت بودایی و مسیحیت میاد سر هم میکنه و یک دینی درست میکنه به نام آیین بودا، و بعدم میاد مطرح میکنه و متوجه میشن که نخیر، این آدم مخربی هستش، از صحنه بیرونش میکنن. آدم بیخبری نیستم و متاسفانه. یا مثلا میبینی درباره نهله ها، یعنی شیوه ها، زبان و جامعه شناسی، زبان شناسی، کتاب رو ببینی، زبان. بله الان زبان ببینید، عقبتر لطفا و بالاتر، زبان و زبانشناسی. بله بله، وقتی که شما مثلا با زبان قرآن برخورد میکنید، باید درباره زبان و اصلا نحوه اون رو باید آشنایی داشته باشید. اینها رو من دارم نشون میدم که
یا کتاب دیگه بر سمند سخن. ببینید اینجا، بله یه چیزی معادل 500 صفحه 600 صفحه هستش. نویسندگی، گزارش نویسی، فن ترجمه، نقد ادبی و سخنوری. در اینجا آموزش میده. اینها رو من خوندم. میاد در اینجا ادامه بدم یکمی بعد یه تعداد دیگه کتاب نشون بدم. خب ایشان میفرماید نقادی میتواند دینی را مورد ارزیابی قرار دهد که به دانش هرمنوتیک اشراف داشته باشد، نهله ها و ادیان را به خوبی بشناسد و به زیر بم فلسفه آشنا باشد. آقا من توی همین شهر بارها توی این خانه فرهنگی ایرانیان فلسفه آموزش میدادم که چگونه باید نهاد نگاه کرد. اینجا الان من چند تا کتاب درباره فلسفه به شما معرفی میکنم که در اونجا توضیح میده. یا باید درباره ادیان رو بشناسد، تاریخ جامعه ادیان، جان بایرناس، تازگی ها حدود یه 5 سالی هستش ترجمه شده، یکی از معتبرترین کتاب هایی هستش که تا کنون منتشر شده درباره ادیان. میبینید؟ دیده میشه؟ بله بله، تاریخ جامعه ادیان. بله، این یکی از اون کتاب های مشهوری هستش درباره ادیان که چگونه ریشه هاشو دونه دونه توضیح میده. یا کتاب دیگه میرچال الیاده، تاریخ اندیشه های دینی. وقتی که اینجان درباره نهله ها صحبت میکنه، تاریخ اندیشه های دینی رو صحبت میکنه. اینم حدود این 7-8 سال اخیر به چاپ رسیده. دیده میشه؟ بله بله، تاریخ اندیشه های یکم ببینش بالاتر. آها بله، تاریخ اندیشه های دینی. بله، کتابی هستش که جدیداً حدود 5-6 سال هست چاپ شده و بسیار بیاسه. بعد از عصر حجر تا اسرار لوتویس یا تا عصر زمان کنونی رو داره توضیح میده. خب در مجموع وقتی که من نظریات ایشون رو در نظر میگیرم، میبینم که این آقا یکی از دشمنان جامعه باز هست. دشمنان جامعه باز شما اگر در نظر بگیرید کیا هستن؟ همین گونه افراد هستن، همین گونه هایی که ملا هستن، مکلا هستن. کتاب رو میبینید اینو؟ بله، جامعه باز و دشمنان آن. این یکی از سرداران متفکرین سنت چیز فلسفی غربه، این آقای کارل پوپر. 1000 صفحه، بیش از 1000 صفحه کتابشه. اینو من 7-8 سال پیش خوندم، میفهمم دشمنان جامعه باز کیا هستن. درباره تاریخ تمدن، درباره اسلام را بشناسد. در اینجا میاد میگه که خب من جواب میدم، من مطمئن هستم اگر از ایشان سوال شود هرمنوتیک یعنی چه، در گل تعریف آن گیر میکنن. من در طول 25 سال اخیر حداقل 50 جلد کتاب در مورد هرمنوتیک، ساختار و تعویل متن، شیوه های نقد ادبی، نشانه های تصویری تا متن و صدها مقاله بلند کوتاه در حوزه روشنگری و آسیب شناسی اجتماعی نوشتم و با پدر جد هرمنوتیک های قرن 20 هانس گورگ گاداما که تصویرش کتابش رو نشون دادم و اثر مشهورش حقیقت و روش آشنا هستم و بارها به آقایان و خانومها در فیسبوک توصیه کردم روی تصاویر شعار نویسی نکنید، زیرا تصویر زبان گویایی دارد و کتاب زبان تصویر را معرفی کردم. یه مقداری درباره این کتاب زبان تصویر اگر بتونید تصویرش رو نشون بدید. بله، زبان تصویر این کتاب هست. ببینید، ولی عکسی که من اینجا دارم فرق میکنه. زبان تصویر، بله بله، این زبان تصویر ترجمه فیروزه مهاجر. بله، این از زبان تصویر. این کتاب مال من جلد اوله. شاید اون که اون جلدهای بعدی رو از چیزی که من توی اینترنت پیدا کردم اون یه جور دیگه است، ولی بله، این چاپ جلد نهم... اوله که مال 20 سال پیش من اینو داشتم. بله، اینی که من اینجا دارم چاپ نهمش هست.
چاپ نهم، ببینید چقدر درباره چی بگن. این چاپ اوله. بله. خب نوشته گیورگ کیپس، این یکی در توی این کتاب درباره تصویر داره صحبت میکنه و من بارها به دوستان توصیه کردم که عزیزان روی این تصاویر رو شعار نویسی نکنید، بلکه زیر اون یه مقداری باز بکنید، مطلبتون زیر بنویسید. خود تصویر زبان گویایی داره. خب درباره زبان تصویر، درباره همین کتاب، عنوان اصلی The Language of Vision، نویسنده گیورگ کیپس، مترجم فیروزه مهاجر، موضوع ادراک فضا و درک جنبه‌های روانی آن. گیورگ کیپس متولد مجارستان، پژوهشگر در مفاهیم نوین هنرهای تجسمی، زبان تصویر، هنرهای تجسمی. زبان تصویر کتابی است در سه فصل: سازماندهی تجسمی، بازنمایی تصویر و به سوی یک پیکرنگاری پویا. نویسنده به مباحث غروب پرسپکتیو ثابت، پرسپکتیو نور، تجربه رنگ، تنظیم مادی نور، انواع پرسپکتیو خط، بزرگنمایی، بود فضایی رنگ و مثال‌هایی از هنر معماری، نقاشی، عکاسی، پیکرتراشی، آگهی‌های تبلیغاتی و نمونه‌های صنعتی می‌پردازد. مطالعه این اثر برای بالا بردن کیفیت کار به تمام افرادی که در فضای مجازی اینترنت فعال و تصویر به اشتراک می‌گذارند توصیه می‌شود. چون جهان سه‌بعدی در پیش روی ما ابعاد دیگری دارد که گیورگ کیپس در اثر ارزشمند خود ما را دعوت به فراگیری زوایای پنهان آن فرم و محتوا می‌کند. چند توصیه به دوستان که در فضای مجازی تصویر به اشتراک می‌گذارند: یک، روی عکس‌ها را شعار نویسی نکنند، زیرا تصویر خود زبان گویایی دارد و پیامتان را می‌توانید زیر تصویر ضمیمه آن کنید. دو، با تصویر گفتگو کنید تا از یک سو نطق و بیانتان گشوده شود و از دیگر سو با شیوه های استدلال و استنتاج آشنا شوید. این کتاب زبان تصویر را هم من برای شما نشون دادم. خب در مورد نهله ها و ادیان من میپرسم این چه حکایت باشد؟ ایشان تنها کافیست به چند گفتگویی که با هم داشتیم مراجعه کنند تا متوجه شوند تا کجا ریشه ها را در مورد ادیان مخصوصا دیانت اسلامی کاویدم. و ادامه می دهد: نقد اسلام تسلط کامل به زبان عربی دارد. در اینجا من یک کمی توقف کنم. آقای سوربی، اگر که شما مثلا بخواهید آثار ژان ژاک روسو رو بخونید، باید برید حتما لازمه که فرانسه یاد بگیرید. اتفاقا من میخواستم به این دوستون بگم که خب اگر کسی که میخواد انتقاد کنه باید زبان عربی رو بدونه، خب این به اصطلاح محدود میشه اسلام و کتاب قرآن فقط به اونهایی که عربی بلد هستن و از اون بیشتر نباید بیرون میرفتن. و بازم برمیگردیم به همون که خدا هم حتی میگن تو قرآن گفته من کسی رو نفرستادم برای قومی، کتابی رو نفرستادم مگر به زبان خودشون. نه، نباید فرانسوی بخونم. اون پرسش شما پاسخش اینه. بله. خب من میگم در مورد نهله و ادیان این چه حکایت باشد؟ ایشان تنها کافیست به چند گفتگوی که ما با هم داشتیم مراجعه کنند تا متوجه شوند که تا کجا ریشه ها را در مورد ادیان مخصوصا دیانت اسلامی کاویدم. و ادامه میدهد: نقد اسلام تسلط کامل به زبان عربی را میدهد. گویی ایشان خبر نداره که در 50 سال اخیر چند نفر قرآن را دقیق به زبان فارسی ترجمه کردند، که نیازی نیست که منتقد برای نقد آن حتما باید برود زبان عربی یاد بگیرد و سپس آن را نقد کند. اینا میدونید شیوه هایی که متوسل میشن برای مرغوب کردن. به این افاضات عوام پسند میگویند به غمزه مسئله آموز و مدرس شدن. یعنی اومده در مقابل کسی که استاد همه این کاراست داره این حرفا رو به من میزنه. و ادامه میدهد: به زیر بم فلسفه آشنا باشد. خب درباره فلسفه من مرتب درباره فلسفه صحبت میکنم. توجه بکنید به این کتاب، فلسفه در عمل. بله. یعنی
فلسفه بافی فقط تئوری صادر کردن نیست. در اینجا توضیح میده با نمونه های بسیار زیادی، یه چیزی معادل 600-700 صفحه هسته، 650 صفحه، توضیح میده که چگونه فلسفه رو در عمل باید به کار گرفت. و این آقایون مکلاها و مخصوصا ملاها اصلا وارد حوزه های عملی نمیشند. و من برای شما یه مرتبه اون اثر آقای چیز رو نشون دادم، کارل هاینس اورلیک، بله، که نشون دادم یه آقایی هستش عملگرا و از حوزه عمل وارد تئوری در حوزه های فلسفی شده. بله، اون همون آقایی که توی زندگی معمولیش هم عمل میکنه و تراشکر. بله، تراشکار هستش. یعنی اینه که این کتابشه، از بغداد به مرو. بله، از بغداد به مرو. ایشون در اثر کارورزی به یه نتایجی رسیده و بعد اون نتایج پرتوشو میندازه روی کارهای تئوری. و این افراد بهترین نوع شخصیت ها هستن و صلاحیت دارن که فلسفه ورزی کنن. و اگر از ایشان بپرسم آقا شما میتوانید فلسفه را تعریف کنید، شروع میکند به مهمل بافی. اجازه بدید در اینجا من فلسفه را برای شما تعریف کنم و یک ریشه هم به اون مسئله فلسفه در یونان بذارم. علت پیدایی فلسفه در یونان باستان. فلسفه چیست؟ فلسفه کالای معنوی فاخر و شناخت عقلانی انسان بالغ است. تموم شد. یه روز آقای سوربی، من برای شما در اون گفتگوهای اولیه یادتون میاد توصیه کرده بودم که هر کس درباره هر چیزی که بخواد صحبت کنه ابتدا سعی کنه اون رو تعریف کنه تا صحبتش جنبه علمی پیدا کنه. البته اگه این کار شما رو بخوایم انجام بدیم خیلی ها باز ساکت باشن. حرف نزنن. بله، نه، مسئله این هستش که آخرش یه نفر میاد درباره یه موضوعی یه حکمی صادر میکنه و توجه نداره که انسان هر حکمی که صادر میکنه در پسش باید استدلال باشه، یعنی استدلالی متکی به منطق سوری ارسطویی یا دیالکتیک، نه منطق بیزیه، و استنتاج‌های حاصل منطبق با واقعیت. اینا این نکته را در نظر نمی‌گیرن. فلسفه کالای معنوی فاخر. چرا میگم کالای معنوی؟ چرا که انسان در طول این 5-6 هزار سال اخیر در دو شاخه کالا تولید کرده، کالاهای مادی و معنوی. کالاهای مادی مثل همین میز و صندلی و قاشق و چنگال و خونه هستن که پیکر مادی دارن، و کالای معنوی مثل فلسفه، مثل دانش، مثل مذهب، مثل هنر، اینها کالای معنوی هستن، یعنی پیکر مادی ندارن. وقتی میگیم حسن دانشمنده است، باید حسنی وجود داشته باشه که دانش رو با خودش حمل کنه. بنابراین فلسفه کالای معنوی فاخر و شناخت عقلانی انسان است. و ما دو گونه شناخت داریم، یک شناخت غریزی است و دیگری شناخت علمی منطقی است. شناخت غریزی است، ابتدای تولد با ما هست، منشأ ژنتیک داره، و شناخت عقلانی منشأ اکتسابی و اجتماعی داره. یعنی باید دانش بیاموزی در دو حوزه، تئوری و عمل، تا به شناخت عقلانی برسی و نتیجتا میتونی فلسفه ورزی کنی. فلسفه کالای معنوی فاقر و شناخت عقلانی انسان بالغ است که به وساطت منطق دیالکتیک و تفکر ماتریک نگاهی کلی به هستی میفکند و طبیعی است که هر کالایی محصول اقلیمی از جغرافیای جهان است که میوه خاص در دامان خود میپرد. و اقلیم گوهرین یونان مجموعه است از دره ها و کوهپایه های کم‌وسعت که مستعد برای کشاورزی در سطح وسیع نیست، که دیمکاران مثل کشاورزان خاورمیانه پس از افشاندن دانه برای ریزش باران رو بر آسمان نموده و مهر الله را مطالعه کنند، که در صورت وصول اعتقاد به رحمت خداوند در نطور روانی آنها نهادینه و تأثیر درازدامنش در فرهنگ ساکنان اقلیم‌های خشک سبب پیدایی ادیان تک خدایی گردد.
شما اگر اون کتاب از اسطوره و تاریخ اثر دکتر مهدی بهار رو بخونید، در اونجا توضیح میده که چگونه خدا از زمین به آسمان منتقل شد در پگاه نظام دامداری. در اونجا میگه وقتی که زمین رو کشاورز شخم میزد و دانه رو میپاشید، دوباره یه شخمی هم میزد، منتظر که ابرهای بارانزا از آسمان بارش کنه براش، و چون علت بارش این باران رو هم نمیدونست که منشأش در کجا هست، فکر میکرد اون انسان بدوی که حتما یه کسی اون بالا هست. حالا اگر آی سربی یه کسی بیاد از شما بپرسه، مثلا پسر شما بپرسه که بابا این باران از کجا میاد، شما چی بهش میگید؟ میگیم که از روی زمین بیاد، با خار میشه میره بالا برمیگرده میاد. آها، شما باید بتونید در تحلیل و توضیحی که میدید روی خط علت و معلول درست راه برید. من یه روزی برای شما درباره درست راه رفتن روی خط علت معلول و تکمیل چرخه آن صحبت کردم که یه روزی میخوام توضیح بدم، اینجا توضیح میدم. فرزند شما از شما میپرسه که بابا باران از کجا میاد، شما میگی منشأ باران تابش نور خورشید. خورشید وقتی که میتابه بر روی سطح آبها، آبها بخار میشه، بخار وقتی که شد اون پیوند هیدروژنیش قطع میشه و طبیعتاً سبک میشه، جرم حجمش میاد بالا، چگالیش میاد پایی و سبک میشه میره بالا. وقتی که میره بالا این گل ابرها را در آسمان تشکیل میده و وقتی که بر روی سطح خشکی ها میتابه، هوای سطح خشکی ها گرم میشه، اونم حجم باز میکنه، چگالیش میاد پایین، سبک میشه، اونم میره بالا. و چون در ابعاد وسیع داره صورت میگیره، انگامی که میره بالا دو تا اتفاق میفته. یکی این که اون هوای سرد روی سطح آبها، کوه پایه‌ها، دشت‌ها، جنگل‌ها، کوهستان‌ها میاد جاری میشه، میاد جای این هوای گرمی که رفته بالا رو میگیره، جریان هوایی ایجاد میشه. در این جریان هوایی که ایجاد میشه در اون بالا این گلابرها به هم برخورد میکنه. وقتی که گلابرها به هم برخورد میکنه، اون مولکول‌های گاز یعنی بخار آب که قطب مثبت و منفی همدیگر رو جذب میکنن و در اونجا یه تقلیه الکتریکی صورت میگیره. اون جرقه‌ای که ساقه‌ای که تو آسمان میذاره تخت سنگ‌ها رو خورد میکنه، اون محصول اون تقلیه الکتریکی، یعنی اینه که این اتم‌های آب، گلبول‌های آب، قطب‌های مثبت و منفی همدیگر جذب کردن و اون انرژی که از خورشید گرفته بودن اونجا پس میدن. و در اونجا وقتی که اینا همدیگر جذب کردن، از حالت گاز به مایع یعنی مایعان صورت میگیره. مایع وقتی که شد جرم حجمش سنگین میشه، نیروی جاذبه میکشتش میاره پایین. اگر و در هنگام آمدن پایین اگر هوا سرد باشه، بالای 0 درجه باشه، به صورت باران میریزه روی زمین. اگر پایین 0 درجه باشه، به صورت برف و تگرگ میریزه زمین و باز این ادامه پیدا میکنه. این یک نمونه گویایی در حوزه زیست شناسی است از تکمیل چرخه علت و معلول. ببینید در اینجا من 7 تا 8 تا علت و معلول رو توضیح دادم. حالا همین مسئله رو هم ما میتونیم بکشیم در حوزه معرفت. علت و معلول یعنی اینه که بگیم مثلا فلسفه چگونه در یونان رشد کرد، در جامعه ما رشد نکرد. به جای فیلسوف ما 124,000 پیامبر تولید کردیم. ادامه میدم. اقلیم های خوش سبب ادیایه تک خدایی کرد، بلکه انبوهی از جزایر ریز و درشت و آتن پایتخت آن متشکل از پیشه‌وران در شاخه‌های گوناگون تولید که تکیگاه بزرگ خوراکی آنها دریای اژه انباشته از آبزیان بود تشکیل شده است. من یه روزی برای شما مثال دادم که مقایسه بین ایران و ژاپن غلط است، چرا که ژاپن یه دونه جزیره هستش محاصره در دریا و دریا انباشته از آبزیان و تکیگاه غذایی آنها، و ما در روستاها محاصره شده در بیابانهای خشک و بی‌حاصل و تکیگاهمون صحراست.
طبیعی هستش که اونا در دراز مدت در اثر تغذیه و گرسنه نبودن میتونن رشد کنن و ما دائما باید با خشکسالی نمیدونم هزار بلای مصیبت طبیعی مبارزه کنیم. در این حال ادیان هم به جون ما افتاده هستن. در یونان باستان مردم و جمعی پیشوران برای تهیه غذای خود به دامداری، ماهیگیری، آهنگری، چوب‌بری، خراطی، سنگ تراشی، بنایی، معماری، ابزار رزمایش های جنگی، حمل و نقل دریایی، قایق سازی و انبوهی از لوازم مورد نیاز انسان در حوزه صنایع دستی و خرید فروش آنها مشغول بودند که بازتاب کارورزی و نظام چانه زنی در اون خرید فروش های این کالاها، نظام چانه زنی در هوشمندی انسان نقشی کارساز ایفا میکند که برایند آن در حوزه معرفت منجر به شکوفایی فرهنگ، تقویت نطق و بیان، آشنایی به شیوه‌های استدلال و استنتاج، پیدایی عقل‌های نقاد و فلاسفه نامداری همچون تالس، الکساندر، فیثاغورس، زنون، دموکریت، افلاطون، دیوجانوس، ارسطو، اپیکور، هراکلیتوس و زنان فیلسوفی نظیر لئونتیوم، پورسیا، هیپاتیخیا، کلوبولین، آتناسیس و آپولونیس و مکتب فلسفی ماتریالیس با دیدگاهی معطوف بر طبیعت و گشودن راز رمز آن که به تدریج شالوده دانش را پیریزی و ایدئالیسم که روح را مقدم بر ماده می‌دانست که منجر به نبرد آرای دموکریت و افلاطون بود گردید که سرانجام نظام حقوقی و ساختار بنیادین آن بعدها در فلسفه مدرن غرب تجلی کرد. این عکسش رو هم میتونستین نشون بدید، یه دونه عکس فلاسفه یونان رو من چیز کرده بودم، الان نشون بدید. فلاسفه یونان، بله. شما در این مورد سوالی داری؟ نه خیر، فقط چرا این فلاسفه لباساشون کامل نیست؟ تصویرشون؟ لباساشون، البته لباس اون زمان اینجوری بوده دیگه. بله لباساشون اینطوری بوده دیگه. اون مردم که اون جلو ببینی اون سقراطه. آها. که داره بحث میکنه و این یکی هم کسایی هست بودن که از این نوع تجمعات در یونان قدیم بسیار فراوان بود که بحث و گفتگو میکردن درباره راز رمز طبیعت. بسیار عالی، بله نشون دادیم این عکس رو. بعد اگر توجه داشته باشی ایشون در این صحبتهاش یه جای اشاره میکنه، میگه هر جامعه برای خود هنجارهایی دارن. خب ما هم درباره همین هنجارها داریم صحبت میکنیم دیگه، که اینها مثبت هستن یا نیستن، آسیبزا هستن یا مفید هستن به نسبت زندگی انسان. جوامع مسلمان هم هنجارشان حفظ کرامت انسانی است. خب کرامت انسانیش کجا هست؟ این همه فجایعی که داره صورت میگیره و پایبندی به حفظ حریم خانواده میباشد. مثلا مثل اینی که حریم خانواده در غرب رعایت نمیشه، فقط در اسلام رعایت میشه. سکس خارج از ازدواج را هم نمیپسندد. شما حساب بکنید ببینید که تمام این خانه های عفاف تو کوچه و پس کوچه توی تهران و شهرهای بزرگ خانه عفاف گشوده شده. تمام این مراکز چیز مذهبی قوم و نمیدونم اون چیز، اون قوم اصلا تبدیل شده به یک فاحشه‌خانه بزرگ، منبع درآمد برای ملاها و مکلاها است. برای آنان که شرایط ازدواج دائم را ندارند، ازدواج موقت را تجویز کردند. خب مثلا ازدواج موقت یعنی چی؟ در قبل از انقلاب هم نظام شاهنشاهی توی اون چیز تهران تو خیابون سیمتری یه دونه شهر رو باز کرده بود برای جلوگیری از همین بزهکاری.
اونجا هم میگفتن که آقا جان وقتی که اینجا 7-8 میلیون جمعیت تو این شهر هست و همه هم امکان تشکیل خانواده رو ندارن، مردم باید چیکار بکنن؟ خب بلند میشن میرن اونجا خودشون تخلیه میکنن دیگه، و این جلوگیری میکنه از بزهکاری هایی که در سطح شهر صورت میگیره. اینا اومدن در اونجا رو بستن و دروازه بزرگ، دروازه تجاوز به کودکان، به زنا با محارم و اون سخت جنین های ابعاد 250,000 سخت جنین غیر چیز داریم، غیر قانونی در سال داریم، اینو درش دروازهشو گشودن. برای آنان که شرایط ازدواج دائم ندارن، ازدواج موقت را تجویز کردن تا از فحشا جلوگیری شود. نه من و نه هیچ کس دیگری ادعا ندارد که در ایران فحشا وجود ندارد. معلوم هستش که نمیتونی ادعا بکنی، اما اگر همین اندک جلوگیری از بیبند و باری ها هم نباشد، اکثر خانواده ها از هم میپاشد. این دلش به حال خانواده ها میسوزه، نمیدونه که از هر 10 ازدواج 6 به طلاق داره منجر میشه. من یک جلسه قبل اونجا برای شما ایران ام القرى جهان اسلام رو برای شما خوندم، به فجایع اشاره کردن. این گوش و گویی ایشون اصلا خبر نداره. توصیه من به شما این است که اگر توانمندی نقد اسلام را دارید، با الفاظ نیکو به مصاف مسلمانان بروید. با الفاظ نیکو، مثل اینکه ما نرفتیم. اینجا دیگه معلم اخلاق من شده، نمیدونه که معلم اخلاق دیگران شدن یعنی گوه زیادی خوردن. بروید که در غیر آن شما مشهورتر و حاذقتر از فرود و فولادوند و شایان کاویانی نیستید. توجه داشته باشید در افتادن با دینی همچون اسلام که ریشه گسترده و محکم در میان پیروان عظیم خود در جهان دارد، سرنوشتتان با سرنوشت فولادوند گره نخورد. این خودش نوعی تهدیده. من برای ایشون اینجا توصیه میکنم، یه مطلبی درباره فرود فولادوند نوشتم که من رو مقایسه میکنه با آقای فرود فولادوند. فرود فولادوند یه مطلبی همین امروز اتفاقا توی همین فیسبوک اومده بود درباره فرود فولادوند که خود یک تاریخ بود. من در جواب ایشون اینو نوشتم: پیامد ناگوار هرکول شدن. درباره فرود فولادوند. حالا بعدا شما هم اگر نظری دارید تا وقتی که وقت باقی است لطف کنید نظرتون رو بدید. نظر من اینه: پیامد ناگوار هرکول شدن. آقای فولادوند مرد شجاعی بود و بسیار روشنگری در حوزه نقد دین به عمل آورد و راه را به سهم خود در مبارزه با مذهب به روی هموطنان گشود. اما با تأسف بسیار شیوه مبارزه‌اش چند اشکال بزرگی داشت. 1. اطلاعات ایشان متکی به چند جلد کتاب بر اساس گزارشات مفسرین سنتی تاریخ اسلام که عبارت از سیره محمد از ابن هشام، تاریخ طبری اثر محمد جریر طبری، المغازی اثر ابن واقدی، طبقات از ابن سعد و کتاب‌های دیگری مانند فتح البدان بلازری و الفهرست ابن ندیم هم گونه ای از بازنویسی آن 4 کتاب اصلی است و این آثار 150 سال پیش از فروپاشی امپراتوری ساسانی تدوین شده بر اساس نقل قول‌های شفاهی. ما فقط حداقل 2 جلسه به این مسائل پرداختیم و انبوهی کتاب من نشان دادم. سینه به سینه تدوین شده بر اساس نقل قول‌های شفاهی سینه به سینه که هیچ یک معتبر نیستند و سند مکتوب در مورد حوادث در دست نیست. 2. در زمان فعالیت ایشان هنوز کتاب‌های جدید بر اساس سنجش علمی و نگاه انتقادی بر تاریخ اسلام به جز چند مقاله تدوین و منتشر نشده بود که در دسترس ایشان قرار گیرد و بخواند و به اشتباهات خود واقف شود. 3. ایشان از تاریخ که شرح حوادثی است، ببینید دارم تعریف می‌کنم باز اینجا، ایشان از تاریخ که شرح حوادثی است که در گذشته اتفاق افتاده، اطلاعات اندکی داشت، اما از فلسفه تاریخ که به چیستی، هستی و چگونگی اتفاق افتادن آن حوادث توضیح می‌دهد ابدا اطلاع نداشت.
چون فلسفه نخوانده بود و معالم فیلسوف نبود. 4. ایشان چون فیلسوف نبود، عنصر شک، تردید و پرسشگری در پیکر روانی او به علت دین خویی، تعبد و وابستگی به شاکلی شاهنشاهی فعال نبود تا به درستی نادرستی به صحت و سقم گزارشات کنجکاو شود و کسی هم نبود که به ایشان اشکال کار را توضیح دهد و اگر فردی هم اشاره به کج راه رفتن او میکرد ایشان گوش شنوا نداشت. 5. برای من بسیار تعجب آور است که فردی در آستانه 60 سالگی در مبارزه فرهنگی شرایط ذهنی و عینی، این یه دو تا تئوری هستش که این مارکسیست‌ها خیلی دربارش استفاده بکنن، شرایط عینی و ذهنی جامعه، شرایط ذهنی و عینی را تشخیص ندهد و توسط مزدوران رژیم با وعده قهرمان شدن که عصر هرکولبازی به پایان رسیده گول بخورد و به دام بیفتد و دفتر زندگیش بسته شود و نسل معاصر ایران یکی از سرداران نستوه خود را از دست بدهد. خط به جلسه. من ممنونم از شما، چون شما خواستید که من نظرم رو بگم. اولا بذارید خدمت دوستان بگم، اولین تلویزیونی که اجازه داد به آقای فولادوند صحبت کنه تلویزیون ایران ما بود که آقای مهران صدری اون موقع مدیرش بود و من اون موقع حقیقتا از لحاظ مالی به اصطلاح کمکشون میکردم و شما در رابطه با آقای فولادوند بسیار درست گفتی. ایشون به نظر من توی یک ماجرای افتاده بود که خودش هم نمیدونست چجوری شروع شده و چجوری تموم میشه، از طرفدار بودن رضا پهلوی، بعد یه دفعه از دلخور شدن ایشون، بعد آمدن و اینها و اون ماجرای هرکول شدن. باز خیلی مطلب دقیق و درستی بود که اینها چی میگن یابو ورشون داشت، یا به 4 تلفن به به و چه چه بلند شدن با اون وضع زشت اسفناک که حتی مورد مسخره حکومت آخوندی قرار بگیره که ببینید این میخواد بشه رهبر ایران. یک پیرمردی با جثه کوچولو، حالا جلوی تلویزیون که میامدن این دوربین و نور و رنگ کردن مو اینها کمک میکرد، ولی اونجا خودشون هم باز به اشتباه این فیلم ها رو هی گرفتن و هی گذاشتن و نشون دادن که اینها حتی نمیتونن برنامه ریزی کنن که یک ماشینی از نقطه A به نقطه B که مطلوب اینها بود برسن. و به نظر من آبرو ریزی بزرگی بود. حالا اگه ایشون زنده است که من شنیدم زنده است و حتی با پولهایی که میگن از این ور اون ور گرفته زندگی خوبی رو داره و میگن یک زن جوان بلغاری رو هم گرفته، این چیزیه که خانم نیلوفر از انگلستان گفت و چون ایشون هم در انگلستان بودن میگفت من از نزدیک خبر دارم. از طرفی افرادی گفتن که اینها رو در ترکیه گرفتن و اونهایی که باهاش همسفر شدن همون جوری که شما گفتید ماموران جمهوری اسلامی بودن و این شخص انقدر حتی بینش و آگاهی نداشت که اینها رو تشخیص بده. در صورت اگر رفتن که یادشون گرامی بود، اگر هستن که خوب و خوش و سلامت باشن و اینها به نظر من فقط نیروهای مخالف رو دلخسته کردن، سرخورده کردن و اعتماد رو از مردم گرفتن. از شما ممنونم، بفرمایید. بله، اگر چند دقیقه اجازه به من بدید من چند تا کتاب معرفی بکنم در جواب این آقا که میگه تاریخ اسلام را باید خونده باشن. کتابی هستش اینجا تاریخ 1000 ساله اسلام در نواحی شمالی ایران، یعنی تو اون سواحل چیز جنوبی دریای خزر. بله، تاریخ 1000 ساله اسلام در نواحی شمالی ایران، بفهم. بله، در اونجا توضیح میده که چگونه این مستقر شد. بعد این تاریخ تمدن اسلام، ببینی؟ بله بله، جورجی زیدانه، یکی از مفسرین و نویسندگان معتبر عرب هست که بسیار مشهوره و آقای جواهر کلام اینو ترجمه کرده و بسیار دقیق ترجمه کرده
و ایشون درباره تاریخ اسلام مثلا خونده، درباره من این کتاب 1000 صفحه‌ای رو خوندم. بعد کتاب دیگه ای هستش درباره تاریخ عرب، فیلیپ پوری، که اینم یکی از ترجمان چیز نویسندگان عربه هستش، برای مثل که مال لبنان، ترجمه ابوالقاسم پاینده، بسیار دقیق داره. تاریخ عرب میبینید؟ بله بله، 1000 صفحه هستش. کتاب دیگه ای رو برای شما درباره همین تاریخ عرب نشون بدم که هر وقت وقت تموم شد بگید. تاریخ سیاسی اسلام، متوجه هستی؟ بله بله. بعد یک مطلبی رو فراموش کردم در اینجا من بگم که اینجا عنوان این کتاب تاریخ تمدن اسلامه. تاریخ تمدن اسلام، اگر از همین آقا بپرسیم که آقا شما میتونید تمدن رو تعریف کنی؟ من متاسفانه حتی تعریف تمدن رو در تاریخ تمدن ویلدورانت هم پیدا نکردم که یکی از صاحب نامان نظریه پردازان بزرگ دنیا درباره تمدنه. من تمدن رو تعریف میکنم. تمدن، تعریف تمدن، چیدمان سامانمند دستاوردهای مادی و معنوی انسان در گستره مکانه. یه بار دیگه میگم، چیدمان سامانمند دستاوردهای مادی و معنوی انسان که انسان تولید کرده و بر پیکر مدنیت خود افسوده. حالا شما در نظر بگیرید که ببینید اسلام در تاریخ تمدن خودش چی تولید کرده، به غیر از یک دین که اون دین هم مال عرب نیست، خود ما اونو تولید کرده. خیلی ممنون. و این آقا وقتی که میاد درباره این جدا داره تهدید میکنه، یکی از این خیشاوندان پنهان این ابلیس اسلامی است. ایشون ببینید، خیشاوندی پنهان، اثر آرامش دوستان، فقط درباره شیوه های گوناگون این خیشاوندی پنهان داره صحبت میکنه که چگونه چه افرادی خیشاوند پنهان این طور چیزها هستند. یا کتاب دیگه ای هستش در اینجا 800 صفحه هستش، و انسان خدا را آفرید. ببینید، یه یهودی این رو نوشته. من بسیار به این کتاب مراجعه میکنم، بسیار مطالب جالبی در این کتاب هست. و کتاب دیگه ای هستش که وقتی که ما میگیم قرآن، قرآن از دل اسطوره ها در اومده بیرون، مهرداد بهار پژوهشی در اساطیر ایران. ببینی؟ بله بله، یکم برش پایین تر لطفا. بله خوب، بله اینا. و کتاب دیگه ای را اینجا من برای شما بگم، تاریخ تحلیلی اسلام، نوشته دکتر محمد طباطبایی اردکانی. اینه. ممنونم از شما، وقتمون تمام شده آقای یزدان خداوندلو، ولی اجازه بدین چون شما عکس دو نفر رو در برنامه‌تون نشون دادید، یکی آقای سروش بود، به دوستان یادآوری کنیم که سروش یکی از کسانی بود که باعث تعطیلی دانشگاه‌ها شد بعد از انقلاب، به خاطر اون انقلاب فرهنگی. و یکی دیگه آقای کدیور، که آقای کدیور اتفاقا همشهری من هست و من فکر کنم با برادر ایشون علیرضا کدیور هم دوره بودم و چندین بار از ایشون خواستم که بیان صحبت کنم ولی نیومدن. گفته میشه که آقای کدیور درسته که در آمریکا تظاهر میکنن به اینکه مخالف آخوندا و جمهوری اسلامی هستن، ولی حقیقتا فرستاده ای هستن که یک جوری نشون بدن در حکومت جمهوری اسلامی به اصطلاح این آزادی و صحبت و انتقاد هم هست. بازم از شما ممنونم. به دوستان بیننده و شنونده این برنامه پیشنهاد میکنم اگر مایل هستن که با شما تماس بگیرن، چه صحبت و سوالی داشته باشن یا نظری داشته باشن، با خود شما مستقیما با این اطلاعاتی که روی صفحه الان هست، یزدان خداوندلو، شماره تلفنتون در آلمان و ایمیل شما تماس بگیرن، یا از همه اینها بهتر با فیسبوک شما که خیلی هم شما سریع پاسخ میدید. از این بابت من بسیار ممنونم. اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه که برنامه رو به امید دیدارتون تا هفته آینده همینجا به پایان برسیم. فقط چند ثانیه هستش، توجه داشته باشن در ایران ما امروز چالش جمهوری و سلطنت. ببینید
این کتاب باید به گفتمان عمومی تبدیل بشه. در ایران دعوا بر سر هنوز سلطنت و جمهوریه، که ما جمهوری رو 37 سال پیش مستقر کردیم، ولی متاسفانه ملاها اومدن اون رو پالون اسلامی کردن، اصولگرایی کردن. آقای خداوند رو، شما چندین بار گفتید که ما 37 سال پیش جمهوری رو مستقر کردیم، آیا منظورتون اینه که شما هم در انقلاب و به ثمر رسیدنش نقشی داشتی؟ بله معلومه که منم در اونجا بودم. بله بسیار ممنونم از شما. خب دوستان عزیز، برنامه امروز همینجا به پایان میرسه. ممنونم از شما آقای خداوندلو، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و همونجوری که گفتم دوستان میتونن با شما مستقیما تماس بگیرن. اگر اشکالی در تماس مستقیم بود میتونید از طریق تلویزیون مردم یا من هم با آقای خداوندلو در تماس باشید. مرسی، با امید دیدارتون. خب دوستان، برنامه همینجا به پایان رسید. شما هم اگه مایل باشید میتونید مثل آقای خداوندلو برنامه خودتون رو به صورت مستقل در تلویزیون مردم داشته باشید. بارها گفتم و میگم، خبر از شما، خدمت از ما. با دوستان روی فیسبوک هم خداحافظی میکنیم و ازشون میخوایم که این لینک ها رو با دوستانشون شیر کنن. خیلی آسون و راحت هست. مرسی، به امید اینکه روزهای بهتری در انتظار همه ما باشن. خانم لیلا هم میگه که مرسی از برنامه های خوب. مرسی از شما که میان و تماشا میکنید. مرسی.